این مدارک رو از کتاب وسایل شیعه باز دوباره خدمتتون نشون میدیم دوستان، اگر بتونن اینو به نمایش بگذارن. این در جلد اون در جلد پنجم بود، این در جلد سومش هست، در صفحه 744 در روایت 12548 از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده که لیس الناسب من نسب لنا اهل البیت، میگه ناسبی کسی نیست که به اصطلاح اظهار دشمنی بکنه با ما اهل بیت. انک لا تجد احدا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد. کسی رو پیدا نمی‌کنی بگه من دشمن محمد و اهل محمد هستم، آل محمد هستم. درست. ولکن الناسب من نسب لكم و هو يعلم انكم تولون و انكم من شيعتنا. ناسبی کسی است که با شیعیان دشمنی داشته باشه و بدونه که شما ما رو دوست دارید و شما به ما به اصطلاح تولا دارید. بله. در روایت بعدی در همین کتاب صفحه 745 در روایت 12551 بازم از ابی عبدالله روایت شده که خود مال ناسبی حیثما وجدته و ادفع الینا خمس، مال ناسبی رو هر جایی که گیر آوردی بگیر و خمسش رو چیکار بکن؟ بده. برای ما بفرست. و روایت 12552 دقیقا در همین معنی ذکر شده. پس در این روایت رو هم خدمتتون نشون بدم، در صفحه 746 روایت 12559 میگه که براش نامه نوشتن، برای علی ابن عیسی، علی ابن محمد علیه السلام، اسأله عن ناسب، میگه که از علی ابن محمد پرسیدن علیه السلام که نظر شما در مورد ناسبی چی است؟ هل احتاج فی امتحانه الى اكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد امامتهما. میگه از این امام پرسیدن که آیا در مورد ناسبی بیشتر از این ما باید امتحانش بکنیم که جبت و طاغوت یعنی ابوبکر و عمر، جبت و طاغوت یعنی ابوبکر و عمر رو افضلیت قائل هستن برای این دو نفر بر علی ابن ابی طالب و ادعای امامت این دو نفر رو میکنن، آیا بیشتر از این ما باید امتحان بکنیم اینا رو؟ درست. جوابش چی بود؟ فرج الجواب. دوستان نشون بدن اینو، من کان على هذا فهو ناسب، کسی که این اعتقاد رو داشته باشه چی است؟ ناسبی است. درست.